بهترین درودها بر شما همیهنان میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز در مام میهن همچون همیشه بیننده بخش نخست برنامه خبری تحلیلی ایران فردا هستید که با عنوان آن سوی خبر هر شب مروری خواهد داشت بر اهم مطالب و رویدادهای دریافتی از ایران منطقه و جهان نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار لحظه های نفسگیر مذاکرات هسته‌ای در وقت اضافه با ابهام در اعلام نتیجه نهایی توافق البته تا تنظیم خبر در آن سوی خبر نبردهای بی امان در یمن با شایعه تسلط حوسی ها بر باب المنده. و در همین راستا دور جدید مذاکرات ایران و قطر برای راه حل یمن واکنش ها به سفر رجب طیب بردوغان نخست وزیر ترکیه به ایران و همزمان وقوع دو حادثه در ترکیه از جمله قطع برق سراسری این کشور با شایعه خرابکاری سایبری و بالاخره اعلام آزادی تکریت با بیانیه رسمی ارتش عراق از چنگ گروه موسوم به داعش مهمترین اخبار منتخب و برگزیده امشب چهارشنبه دوازدهم فروردین ماه ایرانی است همینک پی میگیریم با شرح تازه ترین جزئیات اخبار انتخابی در تلویزیون ایران فردا در برنامه خبری شامگاهی آن سوی خبر همان گونه که بینندگان عزیز مستحضرید آن سوی خبر در تنظیم خبرهای دریافتی با وقفه چند ساعته با مرکز دریافت اخبار مذاکرات در لوزان سوئیس مواجه است که بدین روی شرح جزئیات این رویداد مهم در بخش گزارش های روز به تفصیل پخش خواهد شد اما این به گوشه های از اهم اظهار مواضع برقی از مردان مذاکرات هسته ای اشاره کوتاه خواهیم داشت دیروز آخرین روز از مهلتی بود که ایران و قدرت جهانی برای رسیدن به تفاهم سیاسی در مورد چارچوب توافق جامع برای خود تعیین کرده بودند مقامات دو طرف می گفتن که مذاکرات بدون این تفاهم ادامه نخواهد یافت با این حال آنها اشاره می کردن که هنوز اختلافات جدی وجود دارد از سوی دیگر حمید بعیدی نژاد از اعضای گروه مذاکره کننده ایرانی به خبرنگاران در لوزان گفت که امکان تفاهم بر سر موضوعات اصلی وجود دارد ایشان گفته است مذاکرات احتمال دارد هر لحظه با تحولی خاص مواجه شود با وجود اینکه زربل الاجل پذیرش چارچوب توافق جامع روز سهشنبه تعیین شده بود شب گذشته عباس اراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد مذاکره کننده هسته ایران به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که هنوز در موقعیت نیستیم که قضاوت کنیم آیا می شود تا فردا یا پس فردا به جنبندی خواهیم رسید یا خیر امیدوار هستیم که تا آخر وقت امروز یا فردا بتونیم این موضوعات رو جمع جورش بکنیم ولی واقعا هیچ تضمینی وجود نداره عباس اراخچی معاون وزیر امور خارجه ایران در همین راستا ابراز امیدواری کرده بود که اختلافها در مذاکرات امروز برطرف شود منظور از امروز یعنی چهارشنبه در وقت اضافه مذاکرات اما در عین حال اشاره می کرد، فردا ممکن است به این نتیجه برسیم که رسیدن به راه حل عملی نیست و مذاکرات باید مسیر دیگری را طی کند دیروز سهشنبه سیوکم ماه مارس آخرین روز از مهلتی بود که ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به چارچوب توافق نهایی بر سر برنامه هسته ایران تعیین کرده بودند همینک پی میگیریم با سایر رویدادهای دریافتی از ایران و جهان بانک مرکزی ایران از دریافت آخرین قسط پرداختی به ایران در نتیجه توافق موقت هسته‌ای 18 ماه پیش خبر داده است با واریز قسط پنجم از دور سوم آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران مجموعا مبلغ 2 میلیارد و 450 میلیون دلار از مرحله سوم توافقات در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ها در روز سهشنبه سایت رسمی بانک مرکزی ایران اعلام میکرد که مبلغ 490 میلیون دلار بر اساس توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک از منابع بانک مرکزی در ژاپن در قالب قسط پنجم به حساب این بانک در کشور عمان واریز شد. مبلغ کل این دور از توافقات 4 میلیارد و 900 میلیون دلار حدودا 5 میلیارد دلار بوده که طی 10 قسط 490 میلیون دلاری واریز می شود پیش از این طبق توافقات ایران با گروه 5 به علاوه یک دارایی های مسدود شده ایران از درآمد های نفتی در دو مرحله و مجموعا 7 میلیارد دلار آزاد شد جزئیات آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران بتین بدین ترتیب بود که بر اساس توافق شش ماهه هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی که سوم آذر ماه سال 92 حاصل و از سیوم دی ماه اجرا شد ایران به چهار میلیارد و دویست میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده خود در خارج دسترسی پیدا کرد ادامه آن سوی خبر ادامه بحران یمن و ادعای تسلط حوسی ها بر باب المندب منابع نزدیک به ایران میگویند حوسی ها کنترل یک پایگاه مشرف بر تنگه استراتژیک بابلمندب را به دست گرفتند به گزارش خبرگزاری ها واحد های ارتش وفادار به حوسی ها کنترل پایگاه نظامی در منطقه دبابل علی در دریای سرخ و نیز در دست اند. این منبع امنیتی به خبرگزاری ها می گفت که پایگاه هفدهم ارتش یمن که مسئولی حمایت از تنگ استراتژیک باب المندب را بر عهده دارد کنترل این پایگاه را بدون هیچ درگیری به انصار الله داده است این ادعا البته توسط سخنگوی دولت قانونی یمن به ریاست عبد رب منصور هادی تکذیب شده است تمام سواحل یمن از هفته پیش در کنترل نیروی دریایی مصر قرار دارد و ادعای خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران واقعیت ندارد از سوی دیگر عربستان یک مجتمع دولتی یمنی را در منطقه مرزی شدیداً مشکباران کرد و جنگنده های سعودی مناطق مرزی یمن را نیز مجددن در طول 24 ساعت گذشته بمباران کردند. ادامه ی آن سوی خبر با خبری از قطر و مذاکرات مقامات ایران با این کشور امیر نشین معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامات قطری بر ضرورت رسیدن به راه حل سیاسی در یمن تاکید کرده است حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس بین المللی کمک به آوارگان سوریه در کویت با شیخ خالد وزیر خارجه قطر دیدار و درباره تحولات منطقه به ویژه یمن گفتگو کرد به گزارش ایسنا آقای امیر عبداللهیان عملیات نظامی علیه یمن را خطای راهبردی توصیف کرد و در این راستا می گفت این گونه اقدامات شرایط منطقه را پیچیده تر کرده و کمکی نیز به حل مشکلات یمن نخواهد کرد معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف هر گونه عملیات نظامی علیه کشور یمن شد امیر عبداللهیان با تاکید بر اینکه مشکلات یمن صرفا راهکار سیاسی دارد از همه احزاب و گروه های سیاسی یمن خواست بر اساس توافقات حاصله قبلی به میز مذاکره برگردند این در حالی است که از سپتامبر گذشته یعنی شهریور ماه گذشته سپاه پاسداران مانع از مشارکت حوسی ها در نشست های و احزاب یمنی برای دستیابی به تفاهم شده است و حالا که طرحهایش با شکست روبرو شده ناگهان خواستار گفتگوی گروه های درگیر در یمن شده است از بحران یمن و نشست در قطر کمی دورتر می شویم و به ترکیه می آییم که اصرار اصولگرایان ایرانی برای لغو سفر اردوغان نخواست وزیر ترکیه این سفر را با موجی از جنجال های جانبی و حاشیه هایی مواجه کرد در این میان اصولگرایان منتقد دولت ایران همچنان بر ضرورت لغو سفر آینده رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران تاکید می کنند منصور حقیقت پور نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که وزارت خارجه هرچه سریعتر سفر اردوغان متوهم را به ایران لغو کند آقای حقیقت پور با اشاره به آنچه اظهارات ضد ایرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نامید گفت وزارت خارجه باید متوجه باشد که این اظهارات آقای اردوغان متوجه همه ملت ایران است نه نمایندگان مجلس بنابراین هرچه سریتر سفر آقای اردوغان متوهم به ایران را لغو کند آقای حقیقت وزارت امور خارجه را به انفعال نیز متهم کرده است اردوغان طی سخنانی ضمن بی اهمیت دانستن نمایندگان منتخب رژیم اسلامی در پارلمان ایران تأکید کرد که ایشان برنامه سفرهایش را خود تنظیم می کند و منتظر اظهارات نمایندگان رژیم ایران نخواهد ماند آن سوی خبر با خبری از هند و ایران مبنی بر توقف خرید نفت ایران توسط هند پی گرفته می شود دولت هند برای اولین بار در طول ده سال گذشته واردات نفت خود از ایران را متوقف کرد بر اساس گزارش ها دهلی نو در واکنش به فشارهای واشنگتن این اقدام را انجام داد که از این کشور خواسته بود واردات نفت خود از ایران را در چارچوب حد مجاز بر اساس قوانین تحریمی نگاه دارد هند دومین خریدار نفت ایران بعد از چین محسوب می شود به رغم این داده های گردآوری شده توسط خبرگزاری انگلیسی رویترز نشان می دهد که این کشور در ماه مارس از ایران نفت وارد نکرده است منابع پالایشگاهی به خبرگزاری فارس گفتند که این اولین بار طی دست کم ده سال گذشته است که هند برای مدت یک ماه از ایران نفت وارد نکرده است یوهانس بنگنی رئیس شرکت انرژی جی بی سی در وین گفت این اقدام در واکنش به فشارهای آمریکا بر خریداران نفتی آسیا صورت گرفته است اخبار منطقه را از یمن و مذاکرات قطر به عراق میبریم تا دریابیم در این کشور جنگ زده چه میگذرد البته با تازه ترین اخبار دریافتی از ادامه پیشروی نیروهای کشور عراق در نبرد با گروه مصوم به دولت اسلامی یا داعش پیشین بر اساس گزارش منابع خبری نیروهای عراقی پس از سیطره بر تکریت تا کناره رود دجله پیشروی کردند بنابر همین گزارش نیروهای عراقی از محور غرب و از محور الاوجه در جنوب در جنوب عراق پیشروی می کنند همزمان نیروهای اراقی در حال خونسا کردن بمب های کار گذاشته شده در منازل و ادارات دولتی در تکرید نیز هستند در همین رابطه و راستا زمینه و مضمون شبکه خبری المیادین نیز خبر داد که ارتش در عملیات پاکسازی تکرید دو عضو برجسته داعش و چهار عضو دیگر آن را دستگیر کرد که دو نفر از بازداشتی ها کارت های شناسایی کشورهای عربی را در جیب خود داشتند از سوی دیگر کریم نوری سخنگوی نیروهای داوطلب مردمی اشاره می کرد که بعد از تکریت اول شرقات و سپس موسل را آزاد خواهیم کرد سخنگوی نیروهای داوطلب مردمی میافزود باید مناطق تکریت را از مینها و های انفجاری احتمالی کار گذاشته شده توسط داعش پاکسازی کنیم پیش از این هیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده بود که شهر تکریت به طور کامل آزاد شده و پرچم عراق بر فراز ساختمان استانداری صلاح الدین برافراشته شد آزادی این شهر پس از دست کم یک ماه نبرد و با مشارکت هزاران تن از نیروهای داوطلب مردمی ارتش عراق و پلیس این کشور حاصل شد. آزادی تکریت پس از آن صورت گرفت که با مشارکت آمریکا در حملات هوایی به مواضع داعش در تکرید رهبری این عملیات تغییر کرد و مشاوران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از فرماندهی عملیات کنار رفته بودند. و اما آتش عراق همواره دامن ایرانیان را نیز میگیرد در تازهترین رویداد انفجار اتوبوس زائران ایرانی در سامراست که موجب کشته و مجروح شدن چند تن از ایرانیان زائر در مسیر شد در این راستا سازمان حج و زیارت با شرح آخرین وضعیت زائران اتوبوس آنها پیش از ظهر دیروز در مسیر سامرا بر سر برخورد با یک بمب منفجر شد اسامی زائران کشته شده و مجروحان این حادثه را اعلام کرد محسن نظافتی مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه زائران این اتوبوس از استان خراسان رضوی بودند به خبرنگار حج و زیارت ایسنا یادآور میشد که این زائران به صورت آزاد و خارج از سیستم سازمان حج و زیارت به عراق سفر کرده بودند و اتوبوس آنها نیز به وقت محلی عراق در ساعت 11 دیروز در منطقه اتاجی در 9 کیلومتری شمال بغداد بر اثر برخورد با بمب دچار انفجار شد ایشان میافزود بر اثر این انفجار یکی از زائران به نام سید محمد زا تبسی کشته شد و نه تن دیگر نیز مجروح شدند که اکنون تعداد مجروحان بر اساس تازه ترین گزارش ها به ده نفر رسیده است ادامه آن سوی خبر با ارسال تبریک مقامات رسمی جمهوری اسلامی برای آزادسازی شهر استراتژیک تکریت از دست داعشیون وزارت امور خارجه ایران بازپس گیری تکریت از تصرف نیروهای داعش را طی بیانیه از سوی سخنگوی این کشور تبریک گفت مرزیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجه آن چرا پیروزی ارتش و نیروهای مردمی و اشایری عراق در استان صلاح و پاکسازی شهر تکریت و سایر مناطق مهم این استان نامید به دولت و ملت عراق تبریک گفت خانم مرزیه افغان می گفت جمهوری اسلامی ایران حمایت مؤثر و بدون پیش شرط خود از دولت و ملت عراق برای مقابله علیه تروریسم سازمان یافته و تکفیری را سرلوحه خود قرار داده و در ادامه روند مبارزه عراق و سایر دولت ها و ملت های منطقه علیه تروریسم به صورت مسئولانه و مؤثر در کنار آنان خواهد بود برنامه امشب را با چند رویداد کوتاه داخلی پی میگیریم از جمله خبر اف جیسون رضاییان نماینده خبری آمریکا در ایران تکذیب شد وکیل مدافع جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران که متهم به جاسوسی شده خبر آزادی وی با اف مقام رهبری ایران را تکذیب کرد وکیل جیسون رضاییان شامگاه سهشنبه یازده فروردین در گفتگویی با خبرنگار سیاسی تسنیم خبر آزادی موکلش را تکذیب کرد وکیل جیسون رضاییان گفته است که رضاییان در حال حاضر متهم بوده و هنوز محاکمه و یا محکوم نشده که مشمول قانون عفع محکومان شود روز گذشته در برخی از شبکه های اجتماعی به صورت گسترده ای شایه هایی با عنوان آزادی جیسون رضاییان با عفع رهبری منتشر شده بود ادامه می دهیم برنامه آن سوی خبر را با رویدادی نوروزی در واپسین روزهای نوروز 94 که حکایت از افزایش مسافران نوروزی داشت و اعلام شد که از ابتدای تعطیلات تا کنون 14 میلیون ایرانی به سفر رفتند عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت که 14 میلیون نفر تا پایان دهمین روز از سال 94 با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از مسیرهای زمینی، هوایی و ریلی به نقاط مختلف کشور سفر کردند. به گزارش پایگاه اطلاعاتی دولت، آقای آخوندی اصر دوشنبه در حاشیه بازدید از راه های شرق استان تهران در جمع خبرنگاران گفت که در این مدت صحن حمل و نقل عمومی جاده‌ای بیش از 5.5 میلیون نفر، ناوگان دریایی بیش از 5 میلیون نفر، ناوگان ریلی حدود 1.260 هزار نفر و ناوگان هوایی حدود دو میلیون و یک ست هزار نفر از جابجایی مسافران نوروزی بود وزیر راه و شهرسازی گفته از سفرهای هوایی با رشد ده درصدی و مسافرتهای ریلی با رشد 5 درصدی در سال جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است آخوندی با اشاره به وضعیت مسیرهای پرتردد کشور در ایام نوروز میافزود امسال در تمامی راه های ارتباطی به خصوص جاده های خروجی از تهران شاهد ترافیکی روان بودیم و توقف های طولانی نداشتیم آقای آخوندی در ادامه اظهارات خود می گفت به جز ده کیلومتر از جاده فیروسکو قائم شهر سایر مسیر چهار بانده شده و ترافیک در این راه روان بوده است وزیر راه و شهرسازی اضافه می کرد با بهره برداری از قطعه چهار آزاد راه تهران شمال در ورودی چالوس و اجرای یک تونل و پل شاهد ترافیک و توقف طولانی در این جاده نبودیم همچنان بیننده برنامه یانسوی خبر هستید باز با جزئیاتی تازه از کمک خلبان آلمانی هواپیمای ساقط شده که این بار دوست دخترش نیز نکاتی تازه افشا کرد در این میان شرکت خطوط هوایی لوفتانزا میگوید که آندریاس لوبیتس کمک قلبان خطوط جرمن وینگز که تصور می شود هواپیما را عمدن در کوههای آلپ فرانسه ساقط کرده است قبلا یک دوره ابتلایش به افسردگی را به اطلاع شرکت رسانده بود لوفتانزا که صاحب جرمن وینگز است هفته پیش گفت که آندریاس لوبیتز برای مدتی دوره آموزش خلبانی را متوقف کرده بود اما نگفت چرا این شرکت اکنون ایمیل هایی به تاریخ 2009 را منتشر کرده که نشان می دهد لوبیتز به مربیانش گفته بود از افسردگی شدید رنج می برد. دستگاه ضبط صداهای کابین خلبان قبلا پیدا شده و نقش کمک خلبان در ساقط کردن هواپیما با اطلاعات آن استنباط شده بود. همچنین در روز سهشنبه روزنامه آلمانی بیلد و مجله فرانسوی پاریس ماچ گزارش دادند که ویدئویی از آخرین لحظات هواپیما پیش از اصابت به کوه را به دست آوردند. پرواز شماره 95 25 جرمن وینگز از بارسلون به دوسلدروف سه شنبه پیش در آلپ فرانسه سقوط کرد و کلیه 150 سرنشین آن کشته شدند. کارستن سپور مدیر عامل لوفتانزا قبلا گفته است که این شرکت هیچ سرنخی نداشت از اینکه ممکن است خلبان هواپیمای ایرباس ثابت شود. او گفت او صد درصد و بدون هیچ محدودیت یا پیش شرطی برای پرواز واجد شرایط بود اکنون معلوم شده است که آقای لوبیتس اطلاعاتی درباره دوره افسردگیش را به آموزشگاه پرواز لوفتانزا در شهر برمن آلمان فرستاده بود او این کار را با از سرگیری دوره آموزشی پس از چند ماه توقف انجام داد. آقای لوبیتز در سال 2008 برای آموزش خلبانی در لوفتانزا ثبت نام کرد و در سال 2013 خلبان شد. محققان گفتند در محیط زندگی شخصی، خانوادگی یا حرفه‌ای او چیزی نیافتند که سرنخی از انگیزه او به دست دهد. گمان زنی های زیادی در مورد زندگی عشقی آقای لوبیتس نیز وجود دارد یک گزارش تایید نشده حاکیست که دوست دختر او باردار بود و یک دوست دختر سابق او میگوید که لوبیتس سال گذشته گفته بود دست به کاری به یاد ماندنی خواهد زد دوست دختر سابق لوبیتس گفت او سال گذشته قول داد یک روز کاری خواهم کرد که تمام سیستم را عوض خواهد کرد و همه اسمم را خواهند دانست و مرا به یاد خواهند داشت و مجددا با رویدادی از کشور همسایه ترکیه آن سوی خبر را ادامه می دهیم در وقت باقی مانده امشب نخست پایان تلخ و مرگبار گروگانگیری در ترکیه نیروهای امنیتی ترکیه که به ساختمان دادگاهی که یک دادستان این کشور در آن به گروگان گرفته شده بود حمله کردند دو گروگانگیر همراه با دادستان کشته شدند رئیس پلیس استانبول با اعلام این خبر گفته است که نیروهای امنیتی زمانی وارد عمل شدند که صدای تیراندازی در ساختمان شنیده شد. مقام های ترکیه برای شش ساعت در حال مذاکره با گروگانگیرها بودند. صبح دیروز حزب جبهه انقلابی آزادی بخش خلق که یک گروه غیرقانونی مارکسیستی در کشور ترکیه است یک دادستان را در دادگاهی در استانبول به گروگان گرفت این دادستان ترکیه در حال تحقیق در مورد مرگ برکین الوان بود برکین الوان در جریان تظاهرات مربوط به پارک گزی برای خرید نان از خانه بیرون رفته بود که در اثر اصابت گلوله گازشگاور پلیس به سرش به کما فرو رفت و پس از نه ماه درگذشت این گروه تهدید کرده بود که اگر به درخواست های این گروه رسیدگی نشود این فرد یعنی دادستان را خواهند کشت که چنین کردن و دادستان هم عملا کشته شد و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله گزارش روز که شهر تکمیلی و تفصیلی اهم رویدادهای جاری است این جانب از محضر یکایی که شما خداحافظی می کنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه ای از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود